برای خداوند بخشاینده و مهربان. سلام بیننده های عزیز، امید که جور صحت و سلامت باشین. من احمد فایز صمیم هستم با یک گزارش ویژه دیگه در خدمت شما اعضای بیننده. امیدوار هستم تا آخرین لحظات بیننده برنامه باشین. ما امروز آمدیم در یکی از افتتاحیه رستوران که در مسیر البته بارک فیض آباد اینجا هم ایجاد شده، که خیلی یک رستوران مقبول مفشن زیبا و عالی که به نام رستوران دریا همکارا نقل میتن. دریاست اگر اشتباه نکنم. بله، رستوران دریاست که میرم امروی مسئولی رستوران هم درباره ایجاد ایجا میپرسیم و همچنان نظریات دوستا و شهروندای که ایجا آمدن و نظریات اونا هم میپرسیم و کسایی هم آمدن ایجا به خاطری که در افتتاحیه اینا هم شرکت کنن. شما هم بیننده برنامه باشین. قسمی که در تصویر میبینین خیلی یک رستوران زیبا قشنگ و دلپذیر دیگه که خوشتان میاد. این مسیر راهی بهارک هم یکانه مشکلشی بود که نبود البته چنین رستوران ها، و تازه هم جور شده. میریم انشالله که البته همراه هموطن هایمون هم صحبت میکنیم و همراه مسئولش هم صحبت میکنیم، ببینیم که این مسئولش کیه. خب فکر کنم که مردم هم خیلی زیاد آمده و تمام شدن در پذیرای ششتن دیگه. مسئول کی است؟ مسئول؟ مسئول؟ خودش کجاست که با امروشون صحبت کنم؟ خب یا تا وقتی مسئول پیدا میکنیم نظریات شهروندان هم میپرسیم که درباره ایجاد ایجا هم شما هم بیننده برنامه باشین، ببینیم که چی نظر دارن. بیا از هم سر شروع میکنیم. سلام علیکم. خوب هستین؟ سلام، بخیر باشین. زنده باشین، سلامت. میشه خدا معرفی کنیم؟ اسم ما وحید الله. وحید الله، وحید الله، امروز خودتان هم در مراسم افتتاحیه رستوران آمدین. از نظر شما در این قسمت هم که ایجاد شده رستوران، سابق هم نبود در این قسمت، چی نظر داری؟ نظر تمیشه شریک کنیم. نظر خوبی است، بسیار یک نظر نیک است که در این سمت و در این جا یک رستوران بسیار خوب از این مردم مستفید میشه و از این نیازی که در یک مسیری است که ضرورت برای مردم است. بسیار خوب دیگه، سلامت باشه. خودت هم از کجا آمدی اشتراک میکنی؟ از فیض آباد. ای فیض آباد دیگه، ای از دوستاست؟ بله، از جمله اندیوالا است. بسیار خوب، سلامت باشین. امروز حاجی صاحب هم صحبت میکنیم. سلام حاجی صاحب، خوب هستین؟ سلام به شما و سلام به کسایی که ما را اندازه میبینن. بعد از دیر مدت میشه که میبینم. بله، ما شما کم هستیم، من همیشه هستم. امید که جور سیال سلامت باشی حاجی صاحب. نظر خودت هم در رابطه با افتتاحی رستوران میپرسیم که چی نظر دارین؟ والا یک رستوران به حساب توریستیک است در بدخشان، اولین رستوران است که در مسیر راه ایجاد میشه و در این میتونن مهمانایی که از بیرون می از ولایت های دوده است یا از خارج کشور با تمام صورت هاش ایجاد شده و این به نفع مردم بدخشان است. قبلا هم در این مسیر هیچ رستورانی هم نبود؟ به این پیمانه بود، ولی رخانی که رستورانی که بتوانه که تمام صورت ها بازگو کنند نبوده. به این بسیار کاری نیک است و فکر کنم متوقعی چیات بدخشان از این کار از یاد شاید تقدیر بکنند. حتما. به نظر شما موقعیت چی قسم است؟ خب موقعیت طبعا که موقعیت به حساب توریستی است که بسیار سایه تاق است، دشت است، زیبایی طبیعت اینجا بالاتر از همه چیز است که زیبایی اوتر افزایش شده. بسیار خوب، سلامت باشین، زنده باشین. تشکر از نظر خیلی خوبتان حاجی صاحب، سلامت باشین که با ما نظرتون را شریک ساختین و در این موقعیت هم که ما اومدیم بخیر، موقعیت خیلی موقعیت خوب هم هست فکر کنم. انشالله خیلی واضح است که همین اندیوالا که هستن کلی صراف ها هست و این آدم صراف هم هست فکرت باشه. هم جمع شما بودن جمع مونست. سلامت، تشکر زیاد، زنده باشین، سلامت. میریم سر میزنیم این طرف، هم شما بیننده برنامه باشین. یا نظر حاجی صاحب میگیریم. خوب هستین؟ سلامت باشین. نامتان؟ حاجی قدیر. حاجی صاحب قدیر. حاجی صاحب قدیر، برای ما بگین که خودتون در افتتاح شرکت کردین و چقدر میتونه که در این مسیر رستوران مفید تمام شود؟ سلامت باشین. البته در آبادی که در هر منطقه با سازی میشه و جور میشه و طبعا که یک منافع مشترک به همه مردم داره دیگه. این مسیر مسیر خوب است، چهارراست، تقریبا 12 ولسوالی از این مسیر عبور میکنه. مردم هایی که توریست های بیرونی هم میاد، همگی کسایی که به خاطر سیل ساحت، به خاطر بازدید از آثار تاریخی بدخشان بازدید میکنن. اینجا مثلا مسیریت خوب داره به خاطر زیبایی منطقه، به خاطر که چون سرسبز است، دریای خروشان از مسیرش عبور میکنه، سرک خیر است دیگه. این مسیریتش بیشتر است در هر حالتش.
یه وسط رای بهارک و فیض آباد از دیگه. بله بله. پانشهر میگن؟ پانشهر، پایان شهر. پایان شهر. قبلا اینجا شهر بوده، چون یک پانشهر سرشهر، سرش مثلا نزدیک به حساب بهارک وجود داره. آخرش هم اینجاست که به نام پایان شهر میگن. از پایان شهر. پایان شهر یعنی شهر بوده در گذشته، ها شهر بوده. حال نیست. حال خب فعلا همی که فعلا با سازی شده ان شاء الله با آینده نزدیک امیدوارم که شوه شهر شوه شب شهر چون بعد اجتماع باشه مردم باشه حتما اونجا تصور میشه که بعد شهر شوه. خاطر از کجا هستین؟ ما از بهارک هستیم. بهارک هستی؟ آها بسیار خوب، زنده باشین، سلامت، تشکر از نظریات خیلی نیکتون که با ما شریک ساختین، تشکر زیاد. سلامت باشین. زنده باشین. امری حاجی صاحب هم صحبت میکنیم. حاجی صاحب خوب هستین؟ الحمدلله شما درست هستین. زنده باشین، سلامت باشین. چند ساله باشین حاجی صاحب؟ ما تقریبا 70. 70 سال عمرم سپری کردین. اول خدا سپری کردین. من خدا خوب تکلم هست. چشم جان روشن است. تکلم خنیتون چشم روشن همیتا میبینم. نام خدا دیگه همه تو همیشه تکلم باشین، زنده باشین. و برای ما بگین که باشنده کجا هستین اصل؟ باشنده همی بارک سیم قریه دعاب میگن، دم زیر بازار یک قریه دعاب. باشنده یم اونجا هستیم. زنده باشه، سلامت. نظر خودم در باره رستوران میپرسم که چگونه است، به نظر چی نظر دارین شریک؟ ما در مو ابتدا که یمی تداوی نمی تعمیر هتل مون ده بودم یاجی ما فال نه گرفتیم که یک مسیری بسیار خوب نه من با بارک نزدیک است به منطقه سهولت برای مردم میشوه دیگه ما فال نه گرفته بودیم که به آیندهش که ان شاء الله آیندهش درخشان است. دم سنگ تداب اول هم بودین دیگه؟ بله بودم. خدا زنده باشین، تشکر. زنده باشین. از دوران سابق با ما قصه کردین که چی کار و مصرفیت داشتین سابق؟ در طول عمر ما دهقان بودیم، آری هم دهقان و با ما دهقانی میریم دیگه پشتی رحمان باز در آخر. این دهقانی خستکان نیست به نظر تو؟ اینجا بزن. ما کسی بودیم که میتیم اینجا بزن اونجا. خیلی من روبراگر بودم دیگه. این طریف مسخر همو فرمان میدانیم دیگه. خطا فرمان دادیم. چقدر زمین داشته باشه؟ زمین داریم 5-6 جیب زمین. بله. خاک سیاه. خاک زمینی ما. چه کسی نفسی میکنن؟ اینا واقعا دهقان بسیار زبده بارک هستن. ما هم افتخار میکنم به دهقان اینا. همیشه خیرشون آدمی میگن به خیر، آدمی نیک، آدمی سرشناس هستن. همیشه در کارهای خیر اینا هستن. سلامت باشین، تشکر. یک چیز یاد شما رفت که مرا نام و مفرسان نکنی، من نام خودم بگم که یک مطلب هم دارم در نام. نام ما به نام داملا جان مشهور است. جان به پدر مستم، به هیچ کسی دیگه نبودم. به نام داملا جان مشهور استم، جان بودم به پدر. فقط به پدر جان بوده؟ بس دیگه بری هیچ کسی نیست. جان هم نیستم، خدمت جان هم نمیکنم به کسی. جانشان واقعا به همه که جان هستن، قابل قدر هستن. پیشتر یاد هستم که آدم بسیار سرشناد، آدم نیک، در همه امور اینا خیرشون به مردم میرسه. مامان جان هستیم. تشکر نظر اینه که تشکر سپاس از حاجی صاحب که امروز با صحبت کردن. شما هم از این قسمت ها شورت های کوتاه ببینید، دوباره برمیگردیم. بیننده هم امروی هموطنان صحبت کردیم، نظریاتشون را گرفتیم. میریم منزل دوم، از اونجا هم نمای خیلی مقبول از این رستوران تا به شما برنمایش میگذاریم. این هم طبقه دوم باشه از بیننده های عزیز که بالا میشه. این از بیننده اینجا هم یک سالون خیلی بزرگ و گنجایش خیلی مهمان و البته مهمانداری اینجا را میداشته باشه که تا حال هنوز هم بعضی وسایل ها و بعضی گپ و سخنهاش تا حال تکمیل نشده که شما هم در تصویر ببینین. شاید اینجا میز چوکی و تختی تا گپ ها چینده شده و بخیر مهمانداری از هر گوشه و کنار اینجا بخیر میان و غذا نوشی جان میکنن. شما هم در تصویر میبینین که هموطن های من آمدن و میخواین در افتتاحیه سهم داشته باشن. اینجا منتظر هستن که نان چاشت بخورن، بعد از نان چاشت انشالله که افتتاح میشه. بیایم بریم منزل بعدی. میریم دیگه خیلی یک رستوران خوب عالی و مفشن ایجاد شده. امیدوارم که
همیشه همتو خوب بدرخشن. فکر کنم که اینجا هم جای همو بالکن شد. دیگه بیوین ببینین از اینجا نمای خیلی قشنگ میتونین ببینین تمام جای زیبای مسیر راه ولسوالی بهارک هم که شما در تصویر شاید ببینین. اینجا یک نمای خیلی قشنگ و مقبول داره که بسیار قشنگ است که واقعا هرچی من بیان کنم بازم کم است. اینجا هموطنان ما اگر خسته میشن میتونن از اینجا همونطور به خاطر منظره کردن میتونن که او طرفا نگاه کنن و بلند برون غذاشان نوشیجان کنن. انشالله میریم طرفی مسئول، شما هم بیننده برنامه باشین، مسئولشون هم پیدا کنم همراهشون هم انشالله که صحبت میکنم. خب فکر کنم که یک منزل دیگه هم بوده که او را ما ندیدیم. بیاین منزلی بله منزل بعدی هم اینجاست شما بیاین. من خود چلبی هم نیاوردم اینجاز هست خواهده جانم نفر میره؟ بله یه هم منزلی چهار با آخر شست. بیاین ببینین این هم امو اتاقای است که شما هم در تصویر ببینین جدا جدا ایجاد شده و هر اتاق هم که سلام علیکم خوب هستین سیاه سلامت و خیر هستین آرامیست سلامت باشین زنده باشین. و منزل چهارمیش هم اینجا بود که شما در تصویر میبینین خیلی یک هتل بسیار قشنگ دیدم خصوصا به کسایی که شاید مهماندار باشن بیان و همچنان فامیلی باشن میتونن که از این اتاقا استفاده کنن. این اتاق بعدی هست که شما در تصویر میبینین اتاقای فامیلی هست خیلی یک رنگ و دیزاین خیلی خوبم براش ترسیم کردن منظره و جاهای خیلی دیدنی. شما بیننده برنامه هستین سلامت باشین که بیننده ما هستین. یه همین یک رستورانتی خیلی عالی خیلی مقبول و خیلی قشنگ به شما معرفی گرفته روان هستیم که چهار طبقه بوده که طبقه آخرینش همینجا بود که من قبلا گفتم سه طبقه بوده اما چهار طبقه بوده. شما هم میبینین که خیلی یک رستورانتی قشنگ چقدر دیزاین کاری خوب شده که چختایش هم ببینین یک شکل خیلی خوب جور کردن براش. واقعا هر چی توصیف کنم بازم کم است که بسیار بسیار دیزاین خوب هم براش دادن. خب میریم بخشی آشپزخانهشون رو ببینیم که چی آماده کردن و مهمان چی میتن. آشپزخانه کجاست؟ اینجاست آشپزخانه. یک بار آشپزخانه هم دیدن بکنیم شما بیان بیننده برنامه باشین چقدر جمع و جوش اینجا رو زیاد از بیننده عزیز ببینیم که فکر کنم که نان هم کشیدن. بیا ابرو یکشان صحبت میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی سیاه سلامت؟ جان جور بخیر. نه باشه چی کار انجام میتنی جا؟ ما اینجا نان تضمین میکنیم برای میمان ها. هتل به شما چی هتلی میشین؟ بیادرش میشین. بیادرش میشین دیگه. خب بسیار خوب دیگه خیلی اگه هتل خوب هم جور کردیم. توکل والا دیگه. حال با میمان ها نان کشیدیم. بله های اینجا کرمه با میاد داریم. کشیده رو رسیم برای میمان وقتش هم پرست دیگه. وقت هم پرست بله. وقت نو غذا خوردن با خود خیلی گشنه شدیم دیگه. خیلی توکل والا گشنه شدیم. برین جارو چی داریم؟ بامی هست. اگر میخوای براتون با کشن دگان غوری. زنده باشه. سلامت انشال داری دوما میخوریم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب هستین. زنده باشه. سلامت. نامتان؟ شیر محمد. شیر محمد چی کار میکنی اینجا؟ اینجا برای آجی سب من بیادر آجی سب نگام هستم برایشون کمک میکنی. آها بیادر هم دمی روز بدرد بخره دیگه. بسیار خوب زنده باشین سلامت. از کجا آمدین؟ گفتن از خارج؟ از مسکو بله. مسکو بسیار خوب. چقدر وقت میشه آمدین؟ تقریبا یک ماه میشه. یک ماه پس میرین؟ انشالله دیگه. آها بسیار خوب. چکرها چگونه بگذره؟ بسیار خوب. بسیار خوب لذت میبرید؟ بله وردوج رفتیم، سرگلان رفتیم، شیوه رفتیم. بسیار طبیعت خوش دیگه مردم ما همیش میمونه نواز بودن دیگه بسیار خوش میگذره. بله یک جای از دست نمونده.
بله گفتم یک جای از دست نموند در کل جا رفتین. ان شاء الله دیگه هم جا میرم ان شاء الله وقت باشه ان شاء الله. باز ما هم کارا رو هم خبر که ما بیایم ممرویتان. حتما آها زنده باشه. تشکر سلامت. آها سلامت باشه زنده باشه. یم هموطنان عزیز آشپزخانه است که شما هم بیننده برنامه هستین. آها اینجا هم فضای بیرونی است که هموطنان ما مصروف کاروبار هستن در این آشپزخانه و شما هم بیاین ببینین ساحه بیرونیش هم که خیلی یک ساحه سرسبز قشنگ و عالی داره که شما بیننده برنامه هستین. این هم ساحه بیرون است که شما بیننده هستین و این طرف هم همو چمنزارها و کشت گندم است که اینجا هم شده و خیلی یک جای قشنگ و دیدنی که از این چهار طرفی رستوران تا همین سرسبزی بخواد گرفته. بیا قدم زرم میرم این طرف هم. شما تا وقتی که من امروی مسئولشان صحبت میکنم یک شورت های خیلی کوتاه از این رستوران شما ببینین. این دوباره در ادامه برمیگردیم. امروی مسئولشون هم صحبت میکنیم ببینیم که چی گفتنی ها دارن. بیا بیا ببخشون چند لحظه ای طرف تر بیاین که ایمدم این برای این رستوران پرسان میکنم. خوب هستین؟ بنده خدا سلامت دارم باشه. زنده باشه. سلامت. نامتان؟ حاجی نک محمد. آها مسئول امی هتل شما هستید. امی هتل بله. آها بسیار خوب زنده باشین. میشه درباره ایجاد ای شما هم نظرتون رو بگین برای ما که چی باعث شد که ایجاد کنیم؟ ما فقط دخواه که همی امنیت آرامی اومد دیگه شرایط برای همی کاروبار مسئله شد که ما گفتیم چون میت منطقه و دیگه به میکم ایجاب میکرد که ما یک رستورانتی بسازیم که چون از راه دور مردم از زیراد از قندهار از راه دور میامدن که اینجا سر میزدن راستی توتل پیدا نمیش که مردم یک نانوی درست بخورن. باز ما چون که رفت آمد مردم شد و وادار شدیم یک بوتر رستورانت نمیجه بسازیم که اینه به مردم و وطن و خدمت هم شوه مشکلات مردم هم شوه. دیگه هنوز هم کار ما تکمیل نشده زیر کار است که باید اتاقه های درست بسازیم که مردم اینجا شب هم روی فامیلشون ببارند. دیگه اقلا خدا وطن آرام بسازه که مردم از خارج هم بیان اینجا اقلا با عزت و آبرو ممنون که اگر ما میتونیم برشون آماده کنیم بخورن. و دیگه چون شهر ما خورد است تو رستوران تو هتل پیدا نمیشه که مردم برن آزاد یک مردمان خدا بخورن با فامیل و با دوستاشون. ما هم تک کار تصمیرتون کردیم شوالا دیگه برنامه کاری داریم که بسیار خوب. این موقعیت کی براتون انتخاب کرد؟ این موقعیت ما خود ما انتخاب کردیم. زمین شخصی بود؟ زمین خریدیم دیگه سرمایه گذاری کردم. هزینه ساخت چقدر به نظرتون تمام شده باشه؟ تقریبا 3.5 لک دلار شده تا بالی. هنوزم تکمیل نشده؟ تکمیل نشده. هنوز مانده کارای زیر کار است. غذایی که در این رستوران شما اگر قرار باشه به خیر آماده کنین چی نوع غذاها می باشه؟ ما کشم یک غذای وطنی بوده باشه که چون مردم ما به می غذای وطنی مثلا علاقه‌مند هستن از قبیل ماهی و مثلا دیگه پلاو وطنی و دیگه کرایی و یعنی از قبیل چیز غذای وطنی ما امید تو طرف الان خواستم دارم. اگر مهمان خارجی بیان میکنند با اونا ما میتونیم که غذای خارجی آماده بکنیم. این رستوران شما زمینه کار رو بر چقدر افراد مساعی ساخت؟ تقریبا خود رستوران توش 24 ساله در امکان داره که 600 نفر باشه. من اگر اوتال عروسیش هم امکان داره قریب فعال بکنیم اگر برای فعال میکنند یک هزار نفر مد نظر داریم. ایرم عروسی هم جور میکنی؟ منزل بالاش بله. منزل پایینش که رستوران دید بسیار تاتا منزل های دو و سیش عروسی است. عروسی باز از کجا میان در ایچه شرکت؟ بعد هم سال قمر نزید تجربات هم میان از خود ولسوالی هم میان به حساب موقعیتش دیگه؟ موقعیتش بله. سکل موقعیتش خب ما بین راست دیگه در 15 قرار به فیضابات داد را 20 دقیقه دیگه به بارک منی شکل مردم جا علاقه مند است کمی حالا ما رو شب رو زنگ نزن که چی وقت همه فعال شد که ما رو سی خدا اجا بگیریم. انشالله که بعد از افتتاحیه
بر روی هموطنان ما فعال است دیگه بیان بخیر. 24 ساعت بله فعلا کمی رستوران ما 24 ساعت است دیگه برنامه دیگه برم انشاءالله بسیار برنامه داریم که اگر خدا نارام می رابطه و جانی جو رفت انشاءالله برنامه دیگه داریم که شاید از نگاه مثلا اما میگه نگوان قصابی درست بسازیم که مردم بیاییم به اوتالشان برای مردم دیگه جا بیاییم یک قصابی 24 ساعت در خدمت مردم باشیم مثلا شیر یخبازی یا آسکریم دیگه نگاه میوه تازه خوب مارکت میوه را ما داشته باشیم یعنی میخواییم که از علیف تایا باشد بله چیزی که همین بلا ضرورت مردم ما میگیم باید جمع داشته باشیم اولی به خود ما ضرورت با مردم هم چون ما این درست مردم تقاضا میکنه گبا آشپزایتون از کجا؟ آشپزا فعلا از قندوز آوردیم دیگه ما اگر ضرورت شد میشال از مزار کابل میریم آشپزاتون امتحان گرفتین؟ با یک تعدادش امتحان گرفتیم یک تعداد دیگه شما زیر امتحان است. امتحان چه رقم میرن آشپزا؟ امتحان ما اول که اومد اینجا زرنان ساختم برای 50 60 نفر باز فعلا خیلی افتضاح است که در افتضاح ببینم چه رقم نان میتا یا می چاشی هر یو چاشیدن میگی دیگه طبعا دیگه ولی حتما دیگه خدا کنه که بعد تاب دلتون باشه توکل به خدا کوشش میکنیم که دیگه تو از امکان خوب شوهر اما هر کاری ما که داریم انشاءالله ما این خوب تر شوه انشاءالله که ما هم آرزوی موفقیت براتون میکنیم خیلی تشکر از اینکه وقت دادین شکر از شما زنده باشین سلامت باشین بیننده های عزیز این هم بود که گزارش که براتون تقدیم کردم شما هم از رستوران دریا شما هم بیننده بودین تشکر از اینکه بیننده ما بودین امیدوارم که از گزارش بنده شما هم لذت برده باشین ما هم به هموطنمون که چنین ابتکار را کرده و رستوران طبعی زیبایی در جای ساختن ما هم برشان نیک مبارکباد میگیم به امید ترقی و پیشرفت افغانستان عزیزمان و بخصوص بدخشان عزیز تا برنامه بعد خدا نگهدار.